سلام بچه ها، خوش اومدید به اتاق من. خواستم به صورت مکانیکی ادیت انجام بدم، یه ذره کارهای ادیتم کم بشه. آره، امروز میخوام اتاقم رو بهتون نشون بدم. همون اتاقیه که قبلنم دیدین، اما یه جور دیگه چیدمش و کلن یه چیز دیگه شده و قشنگ واسه هر نقطش برنامه‌ریزی کردم و هنوزم کامل نیست. میدونیم چرا اینجوری دارم حرف میزنم؟ اینجوری شما راحتی، اینجا من ازت ناراحتی دارم. بذار دوربین اینجا بذارم. Okay. خب میگفتم آره میخوام امروز بهتون اتاقمو نشون بدم و قبلا دیدین این اتاقو اگه یادتون باشه، حالا اونجوری که من چیده بودم، ولی خب خیلی وقت پیش روم تور گذاشته بودم و دوست داشتم اتاقمو بخاطر این بهتون نشون بدم که تو این مدتی که هممون خیلی ناراحتیم و اتفاقای ناراحت کننده ای داره میفته، چیزی که منو سر پا نگه داشت یه جورایی، یا چیزی که دلخوشی من شده بود و سعی میکردم یه کاری حتما انجام بدم. میدونی؟ ببخشید آهنگوی من خیلی رندومه، اصلا ترک میخوره آدم، بزن قطع کنم اصلا. واسه هر قسمت اتاقم میخوام یه حرکتی انجام بدم. یعنی من که اومدم اینجا چیدم، بقیه که اتاقم میدیدن میگفتن که انگار بزرگتر از اتاق قبلیت به نظر میاد، در صورتی که من الان وسایلم خیلی بیشتر. اتفاقا من مبل کاناپه گذاشتم تو اتاقم، فکرش هم نمیکردم بتونم جا بدم، ولی واقعا یه روز نشستم کشیدم رو کاغذ. یاد دوران معماری افتادم که پلان و اینا طراحی میکردیم، بعد نشستم کشیدم و من اینا رو میخوام، باید اینا رو تهیه کنم. و کل این مدت من داشتم رو این کار میکردم، هنوز اون نقطه ای که میخوام نرسیده، اما به زودی میرسه. بذار من صندلی رو نشون بدم بچه ها. واقعا یه کف مرتب به افتخار صندلی قشنگم که واقعا اگه قدیمی باشید میدونین که من چقدر دنبال صندلی گشتم. میشستم پشت صندلی پیانو بعد ادیت میکردم در این حد. بعدم که صندلی معمولی بود و بعدم صندلی چیز شد، مبل آبیم شد. بچه همون مبل آبیمون رو از دست دادیم متاسفانه. یعنی از دست دادیم، ما اینجا نیست دیگه. خب اینجا میز کار منه و من بعد سالها به میز و صندلی کامپیوتر استاندارد دست پیدا کردم، از اونجایی که رو میز نارخوری بود همه سیستمم. بقیه سیستمم هم که دیگه همون سیستمه، به غیر از خبر ناگواری که این مانیتور من سوخت. توی این شرایط همش آرزو میکنم یه قطعه چیزی خراب نشه. آره عوضش بچه ها تلویزیون داریم. آره بچه، یکی از چیزایی که این اتاق رو خیلی جالب میکنه تلویزیونشه. البته زیاد ازش استفاده نمیکنم، ولی خب خوبیش اینه که این قشنگ نکن کاناپه تلویزیون، کاناپه تلویزیون. مثل بچه اینی که دود میکنه اینه، احساس کردم اون گوشه دوربین بود، مشخص نبود چیه. بخار سرد میده و خیلی باحال و هوای اتاقو خیلی خوشبو و مرطوب کلا نگه میداره. حالا که با چقدر به رطوبت هم احتیاج داریم تو شمال، ولی نه، تو هوای سرد که هوای مقدار خشکتر میشه به نظرم چیز باحالی بود. خیلی دوستش دارم. میدونم که چش تو خورد به این دیوار و واقعا نمیدونم چی شد، خیلی رندوم پاشدم و گفتم که اگه بیام روی این دیوار استعداد آرتیست گرافیتی شدنم رو تمرین کنم، شاید رفتم گرافیتی کار شدم. من که تا الان با این اسپری ها کار نکرده بودم، خیلی کنجکاو بودم. آره اون قسمت باید درست بشه، همچین موفق نبودم توی استعدادم. بچه ببینید زاویه چقدر مهمه، خدایی نکن الان اصلا انگار نه انگار که یه افتضاحی اون قسمت هست. بیاین با این قسمت آشناتون کنم. اینجا جاییه که من یه مدت میخوابیدم، اما الان یه جای دیگر برای خواب پیدا کردم که جلوتر بهتون توضیح میدم. اینجا کلا خیلی فضای کوزیه، پشتش هم سعی کردم یه جور اینطوری بچینم. هنوز یه سری چیزاش سرسامون نداره، میدونی مثلا اون تابلو هوم باید وصل بشه، یعنی باید میخ بزنم گوش بگیرم. این قسمت که پلی برمه و یه پروژه در حال انجام بهش میگن لگ وارمر، که تو سریال ونزدی اون دختره ایند اینو میپوشید، تو استایلش بود. خیلی خوشم اومد که روی این شلوار نه، ولی خب اینجا میاد اینجا و روی کفش میاد که اینطوری باید چین بخوره.
خیلی بامزه است. اینو در واقع دارم برای تولد یکم هنرجوام میبافم و دیدم خیلی بهونه خوبی میشه که اینو تمرین کنم. ببخشید که کادوی تولد تمرینی بود. آره من که توی پیج بافتنی من میذارم اینا رو. وقتی که تو خونه هم یعنی وقتی که کلاس نمیرم تنها کاری که انجام میدم سریال یا فیلم دیدن با کانوا، بعدش هم گشتن تو پینترست واسه پیدا کردن ایده های جالب واسه اتاق. آره و از اونجایی که میدونید من نمیتونم بیکار بشینم وگرنه دیوونه میشم واقعا، برای این میخوام روبالشی درست کنم، یعنی روبالشی ببافم و چند نمونه جالب دیدم که امیدوارم بتونم انجامش بدم. یعنی از این حالت بورینگ در میاد ولی از طرفی هم نمیخوام خیلی اینجا شلوغ بشه. این قسمت فرنگیس زیبا رو داریم که متاسفانه یکی از قولاشو از دست داد، ولی از اونجایی که خیلی برگ میریخ ازش، اون که رفته انگار این حالش بهتره و داره در واقع یه دونه جدید هم در میاره. اینا این هم که من همین آینه فلان سرسامون نداره، نمیدونم کجا باید بذارمش. اینجا رو تو دکوری خونه خودم گذاشته بودم ولی فکر کنم زیاد معلوم نبود. اینا همه صدفایی هم که خودم جمع کردم از هرمز. خیلی باحال علیری. بعد هر جا را می رفتی صدفاش یه جور عجیب غریب بودن، یعنی هیچ کدوم انگار این هم نبودن. واو. اینا رو هم خودم جمع کردم و توی این خاک هرمزه که بچه ها می دونم نباید برداریم از اونجا، ولی کلن انقدر توریست اومده و همش صدف و خاک و این چیزا برداشتن که حقیقتا محیط زیست گفته که اصلا نباید اینا رو دیگه برداریم، ولی واقعا انقدر اون سفر برای من قشنگ و رویایی بود که خواستم یه چیزی ازش به یادم بمونه و یه تیکه ازش رو برای همیشه داشته باشم. واسه همین این ظرف رو در واقع اینجا گذاشتم که انرژی خوب بگیرم ازش. و ماهای من که میتونیم تصور کنیم چقدر عاشقشونم و چقدر این قسمت رو دوست دارم که یه قفسه جدا گرفتم برای کانواها. این دراور منه در واقع که یه جورای میس توالت بود که آینم داشت و من آینش رو جدا کردم و خواستم از این موقعی میز استفاده کنم، اما اینو اونوری گذاشته بودم و اصلا هیچ استفاده ازش نمیشد، روش نمیتونستم هیچی بذارم و تصمیم گرفتم ازش یه استفاده جانبی بکنم و میتونی بری به این شکل روش بشینی و مثلا گیتار میزنیم. جالبه میتونم یه سری درخت و حالات جنگلی اون بر هست اینجا میتونم ببینم، فقط بعدی این قسمت اینه که خیلی آپارتمان ها به اینجا دید داره و من واقعا نمیدونم چند نفر تا حالا من موقعی که این اسکالا مثلا داشتم با آهنگ هم خونی میکردم دیدن. بگذاریم از این قسمت. قسمت پایین رو نمیخوام زیاد نشونتون بدم چون از اون زاویه هاست که نباید نشون بدی، ولی از اونجایی که ما با همین حرف رو نداریم، این بخاری برقی منه که من از این به عنوان وسیله گرمایشی استفاده میکنم و هر جایی باشه منم هستم. این قسمت تر هم یه سری سیم مشاهده میکنین که من همیشه اومدم از سیم فرار کنم، ولی خب اینقدر همه جا رو نور کشیدم به هر حال یه بهایی هم باید داشته باشه. خلاصه حالا یه جوری باید فکر کنم اینا رو قایم کنم. معمولا این صندلی رو مثلا میچسبونم اون بر. یه کیف برای پروژه هایی که در حال اجرا هستنه، یعنی کانوایی که نیاز دارم توه. و این گلدون بنده خدا رو من از کی نوشتم که باید گیاه بخرم و توش بذارم که اینجا یه گیاهی لاغل باشه، مثلا یه تا ارتفاع اینقدر دیگه میخوام بگیرم. میدونی فکر کنم این قسمت تموم شد واسه اینجا یا یه جایی کلن تو اتاق باید ساعت بذارم چون من خیلی برام مهمه زمان و اینا. برای کلاسام باید تون تون از این کلاس رو به اون یک کلاس باید برنامه‌ریزی کنم که چقدر این فضا گیم زدم تو هرچی استاندارد یوتیوب راست. این نقاشی هم فکر کنم دیده بودید، خیلی خیلی دوستش دارم و منو یاد هایلوس میندازه، یه جورا انگار منو هایلوسیم. اینم راستی بچه من درست کردم واقعا قرمزه رو. اینا همشون این سفیدا مقوای سفیده، یعنی من در واقع اون حرفا رو دونه دونه بریدم و یه پروژه بامزه بود، خیلی کار دستی ساختن به امحال داد و اینکه این پایینش هم کامباه. قسمت هم که پیانوی بنده قرار داره و قمقمه آبم که همه جا هست.
این جعفریایی که کاشته بودم، البته دیگه باید برداشت کنم چون که داره کم کم پوسیده میشه، ولی خب دوست دارم اینجوری هست. اینا هم زیاد موفق به رشد نشدن، حقیقتا من نفهمیدم چرا. همه چی رو امتحان کردم ولی فکر کنم فصل اشتباهی این استخدوسو کاشتم. گوجه هم تقریبا فصل بعدی کاشتم ولی به طرز عجیبی دارن رشد میکنن. اولش این بنده خدا یه ذره نتونسته. البته اینم آلوبراست. این گیاه هم یکی از هنرجوهای عزیزم آورد که خیلی خیلی ازش ممنونم که برام گیاه آورد. واقعا خیلی به نظرم همه جا رو قشنگ میکنه، یعنی گیاه، و اینکه یه جورای ارتباط ما با طبیعته. این قسمت میل های بافتنیمه و چند تاش هم نیست. این هم که پتوس دیگه است، ازش قلمه گرفتم و ریشه داده. و کانواهام که به ترتیب رنگ میخواستم بشم یکم به هم خورد، ولی خب درستش میکنم دوباره. و این کانوا رو خیلی خیلی دوست دارم، جدیدن زدم تو کار کانوای. وای نه نه، خیلی کانوایی که اینجوری رنگی رنگی هم توی کار قشنگ میشه، مخصوصا برای چیزای فانتزی. آها بچه ها، اینجا خیلی جای بدیه. واقعا این قسمت پرت شد سر تصمیماتی که گرفته بودم که این وسایل کجا باشن. ولی یه نکته‌ای که داشتیم بود که من این سری چیزها رو انبار کردم اینجا، اما خب سر و وضع جالبی نداره. از طرفی هم این لوله بخاریه و از کی نوشتم اینجا هنگ سامثینگ، و اینجا باید قطعا یه چیزی یه آویزون بشه، تابلو باشه، یا یه اتفاقی باید این قسمت بیفته و از این تیکه یه جوری استفاده کنم. حالا میخواد اگه واسه انباری هم باشه یه دقیقه بهتر باشه. میبینیم این ماگ لعنتی که اومد با من همینجوری همینجا موند. ببخشید شارژر و اینجور چیزا. یه عالم استیکی نوت، چون من حافظه ماهی دارم یه مقدار، و اینکه باید همه چی جلو چشم باشه تا به فکرشون بیافتم. اینو نگاه کن آخه خدای من، بلوته، بعد کلاه داره. از شینک لنز و دوباره خاک هرمز که این فکر کنم دیگه الکی باشه، واقعا من خاک صورتی دیگه اونجا ندیدم. ساعت ریکمورتی عزیزم، اینم من و گیاهای روی میز تحریره که این عضو جدیدمون، اسمش از فیلودندرون. بچه سلام کنیم به فیلودندرون، اسمی شاید براش گذاشتیم، ولی خیلی هم برگای خوشگلی داره و هم کلی بچه جدید داده. این هم یه پتوس از یه نوع دیگه، رنگش فرق داره با اون که اینو قلمه زدم و این خیلی جالب داره، سریع رشد میکنه. و اینم پتوس از اون خونه قبلیمه و اینم که اون سری با هم دیگه بافتیم، خیلی ازش راضیم و به نظرم خیلی جالب کرده قضیه رو، و برای اینم باید ببافم و شاید حالا نمیدونم اونا رو. و بچه ها چیزی که بهتون نشون ندادم قسمت پایینه که به این شکل. خب حالا شاید با خودتون بگین نیکی چرا لافتاشکت رو جمع نکردی، اما این قسمت لونه منه و در واقع من توش جا میشم. میخوام این دورش رو از این ریسته ها بزنم، بنظرم حرکت بامزه‌ای میشه، خیلی راحته. من چند بار خوابیدم همینجا و واسه همین میگم این قسمت واسه خواب عالیه، چون زیرش دوشکه، فقط باید یه جوری قایمش کنم دیگه، وقتی که دراز نکشیدم اینجا یه جوری باید بره تو. میگفتم خدمتتون مثلا کتاب برمیداریم کتاب. و آره این بود از اتاق من، امیدوارم که از این روم تور خوشتون اومده باشه. فکر کنم همه چیز دیگه تقریبا نشون دادم، یه سری چیزا رو باید عوض کنم، مثلا اون کمدم و واقعا رنگش رو دوست ندارم و باید یه فکری به حالمون بکنم. و آره اگر میدهی داشتین آقا توی کامنت ها بنویسیم برام. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین بچه ها، بدونین که اگه به خودتون برسیم و روحیتون رو خوب نگه دارین، خیلی بهتر میتونیم از شرایط سخت عبور کنیم و سعی کنیم به همدیگه کمک کنیم، مهربون تر باشیم این روزا و قدر همدیگه رو بدونیم. خیلی دوستتون دارم نیکی فامیلی، و من شما تو ویدیوی بعدی میبینم امیدوارم. خدافظ.